سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدیم خدمتتون از زندگی شخصی و هنری شاهکار بینش پژوه. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. شاهکار بینش پژوه متولد 22 آذر 1351 شاعر، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز سبک پاپ ایرانیه. ایشون فارغ التحصیل رشته جغرافیای اقتصادی و دکترای برنامه‌ریزی شهری داره و از نوازندگی درامز به گیتار رسید و حالا خوانندگی و ترانه‌سرایی هم میکنه. موسیقی رو با یادگیری ساز درامز شروع کرد تا اینکه در سال 73 وقتی که فقط 22 سالش بود اولین بار در جمهوری اسلامی مجوز برگزاری کنسرت گیتار رو گرفت. از سال 75 که 24 ساله بود ادبیات از موسیقی در زندگیش پررنگ‌تر شد و با ترانه‌سرایی تصمیم گرفت شانس خودش رو در خوانندگی هم امتحان کنه. شاهکار با انتشار اولین آلبوم خودش به نام اسکناس در سال 80 و چندی مجموعه شعر به شهرت زیادی رسید و خودش رو به عنوان پایه‌گذار ارکستر موسیقی تلفیقی در ایران معرفی کرد. از وی تا کنون 7 کتاب منتشر شده. کتاب کافه نادری مجموعه ای از ترانه های اوست که چاپ 7 رو هم رد کرده و کتاب دستهایت را دوست می‌دارم اولین کتاب شعر اون با اشعار سفیده. ترجمه کتاب‌هایی مثل به نام آقای نخست وزیر از اشعار برت هولبرشت، ابدیت یک بوسه، بهترین شعرهای پابلو نرودا و غیره از دیگر آثار ایشون میباشد. اون در سالهای حضور خودش در ایران گاهی ممنوع الکار بود و گاهی هم مجوز میگرفته. اما رفت آمدش به خارج از کشور و عکس‌های مشترکش با ابی و آرش و دیگر خوانندگان و قرارداد انتشار آلبوم در کشور فرانسه کم کم مهر ممنوع الکاری رو بر پیشانیش برای همیشه زد و در سال 1390 در ایران کاملا ممنوع الکار شد و کتابهاش جمع‌آوری شدن. حتی اون از تدریس در رشته شهرسازی هم ممنوع تدریس شد و در نهایت در سال 91-92 تصمیم به مهاجرت گرفت. شاهکار به کشورهای اطراف ایران سفر کرد و اولین کارهای ارکستر سمفونیک خودش رو ضبط و اجرا کرد. اولین قدمش در این راه همکاری با ارکستر فیلارمونیک ارمنستان بود و ضبط تصویری چند اثر ساخته خودش. چیزی که پیش از این در این ابعاد در موسیقی ایرانی خارج از کشور به این شکل متداوم سابقه نداشته و هنوز هم نداره. در خرداد 95 در کنسرتش در لس آنجلس کارهای ساخته خودش رو با ارکستر سمفونیک لس آنجلس اجرا کرد. از جلوه های این کنسرت چند کار دو صدایی با آندرا بوچلی خواننده نابینا و بی همتای اپرای ایتالیا بود. شاهکار بینش پژوه در سال 2018 به صورت رسمی با خانم بیتا دریاباری ازدواج کرده. این زوج هر دو در زندگی زناشویی قبلی خودشون ناموفق بودند. بیتا دریاباری بنیانگذار مرکز برابری پارس یا پارس اکویتی سنتر و جایزه بیتا و حامی مالی برنامه‌های دانشگاه استنفورد و دانشگاه کمبریج. خانم دریاباری که اهل تهرانه، دارای لیسانس علوم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و فوق لیسانس مخابرات از دانشگاه گلدن گیت. خانم دریاباری وارد صنعت مخابرات شد و در کار خودش پیشرفت کرد، اما بعد از ازدواج از کار استعفا داد که روی تربیت فرزندانش که حاصل از ازدواج اولش هستند تمرکز کنه. میشه گفت خانم دریاباری 52 ساله بیش از هر شخصیت حقیقی دیگری در ایران و جهان برای توسعه زبان فارسی هزینه و کمک کرده. اگر 2 میلیون دلاری رو که به بخش شاهنامه دانشکده پمبروک دانشگاه کمبریج یاری رسوند رو هم اضافه کنیم، مجموع این ارقام به حدود 10.5 میلیون دلار میرسه. آلبوم اسکناس در سبک رپ آلبوم موفق و منحصر به فردی شمرده میشه. وی در آلبوم هایی مثل عشق الهی، ای عاشقان، حال من بی تو
و نهان مکن آثار علیرضا عصار به عنوان ترانه سرا با ایشون همراهی کرده، ولی بیشتر شهرتش به خاطر آلبوم اسکناسه. آلبوم اسکناس اولین آلبوم موسیقی رپ در ایران بوده که در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی مجوز رسمی وزارت ارشاد رو دریافت کرده بود. شاهکار بینش پژو در خرداد ماه سال 88 با اجرای آهنگ سر اومد زمستون در حمایت از میرحسین موسوی مجدداً به سرفصل اخبار اومد. شاهکار در یک اظهار نظر جنجالی اعلام کرد که شادمهر عقیلی 7-10 تا از کارهاش رو از کتاب شعرهای اون بدون اجازه برداشته و خونده و حتی اسم اون رو به عنوان ترانه سرا نیاورده. شاهکار در مصاحبه‌ای با برنامه آلبوم صدای آمریکا توضیح داد هیچ موزیک ویدیویی در دنیا لایو و زنده نیست و کلیپ‌های منتشر شده از اون هم به همین صورته. شاهکار بینش پژو در کنسرت بزرگ نوکیا تیاتر در سال 2013 توانایی خوانندگی خودش رو به همگان ثابت کرد. در سال 94 انتشار یک موزیک ویدیو به شدت باعث ریزش مخاطبانش شد. موضوع تصاویری از این کلیپ بود که عنوان میشد از کنسرت ایشون در شهر بارسلون استفاده شده، اما نکته عجیب در اون عدم همخونی صدا و تصویر این کلیپ بود. شاهکار بینش پژو خواننده‌ای که چند سال قبل با کلی سر و صدا از ایران خارج شد حالا متهم شده به تقلب، اتفاقی که باعث ریزش شدید هوادارانش شده و به گفته خیلی ها با انتشار آلبوم اسکناسش در سال 83 و چندی مجموعه شعر در ایران به شهرت رسید و خودش رو پایه‌گذار اولین ارکستر موسیقی تلفیقی ایران میدونه، این روزها به خاطر یک تقلب ساده از سوی بسیاری رانده شده. در ابتدای این کلیپ جمله شاهکار بینش پژو در ارکستر فیلارمونیک بارسلون به چشم میخوره. سالونی پر از تماشاگر و در اوج خوشی، تصاویری که نشون میده شاهکار چه محبوبیتی داره و شبی محشر رو برای هوادارانش ساخته. تصاویر کنسرتی که در کلیپ پخش میشه قاعدتاً باید در بندر بارسلون اسپانیا و با همراهی ارکستر فیلارمونیک این شهر ضبط شده باشه. این سالن پر زرق و برق و با تعداد تماشاچیان بسیار اونقدری که برای هر کسی در نگاه اول سوال پیش بیاد که این همه تماشاچی که اکثراً هم ایرانی نیستن برای یک خواننده ایرانی اومدن؟ این کلیپ غرورآفرین از شاهکارهای بینش پژو به حساب میاد. فقط کمی صدا و تصویر با هم نمیخونه، اتفاقی که باعث شد یک رادیوی فارسی زبان اونور آبی توی مصاحبهش با شاهکار از اون پرسید جمعیت توی سالن در این کلیپ واقعی هستن؟ آقای بینش پژو هم در پاسخ گفت بله، یک بار تصاویر رو در کنسرت اصلی گرفتیم اما موفق نشدیم صدای خوبی رو ضبط کنیم، برای همین صدایی که قبلا در استودیو گرفته بودیم رو روی تصاویر کنسرت اصلی گذاشتیم و مجبور شدیم توی فضای خالی سالن هم اون برنامه رو دوباره اجرا کنیم و بعد تصاویر رو میکس کردیم، برای همین ریتم آهنگ و واکنش‌های جمعیت همخوانی نداره. توی مهر ماه سال 99 که خبر درگذشت استاد محمد رضا شجریان، خواننده پرآوازه و تکرار نشدنی ایران، در اکثر رسانه‌های ایران و جهان بازتاب داشت، بسیاری از هنرمندان ایرانی و خارجی درگذشت استاد را تسلیت گفتند. شاهکار بینش پژو، این خواننده ایرانی ساکن آمریکا، با انتشار پستی در اینستاگرامش درگذشت استاد را تسلیت گفت و خاطره‌ای از ایشون هم تعریف کرد که البته با واکنش‌های منفی کاربران مواجه شد. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.